چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه است کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلامت و شفا بخشد در و رنج و زخم من نپریه این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت ای خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید ما در این برنامه تمام کتاب مقدس رو مطالعه و بررسی می کنیم از کتاب پیدایش تا مکاشفه شما میتونید قسمت های گذشته رو با مراجعه به وبسایت ما تمام کتاب.com تماشا کنین. و اگر هر گونه سوال، نظر یا پیشنهادی داشتین از طریق آدرس ایمیل ما و یا شماره هایی که در زمان استراحت در تصویر پخش میشه با ما در میون بذارین. همچنین میتونین ما رو در شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. تمام صفحات ما در شبکه های اجتماعی با عنوان تمام کتاب در دسترسه. پس به غیر از وبسایت میتونین با مراجعه به این صفحات قسمت‌های گذشته رو تماشا کنین. همچنان در حال مطالعه انجیل متا هستیم و به فصل 21 رسیدیم. ما با رسیدن به فصل 21 به زنجیری از اتفاقات نزدیک میشیم تحت عنوان هفته رنج یا ورود مسیح به اورشلیم. درباره چگونگی و دلیل ورود مسیح به اورشلیم یاد میگیریم و اینکه پس از ورودش چه اتفاقی افتاد. همچنین در این قسمت رویدادهای هفته رنج رو بررسی میکنیم. ابتدا اجازه میخوام به مهمان برنامه خادم خدابند برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر شما درود بر شما همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی برادر یوسف لطفا توضیحی بفرمایید درباره اهمیت فصل 21 در انجیل متا و اینکه راه رو برای چه چیزی آماده میکنه خب در واقع وقتی وارد فصل 21 میشیم وارد مهمترین هفته در طول تاریخ بشر میشیم برای همینه که هر چهار انجیل مفصلا درباره جزئیات این هفته صحبت میکنن در انجیل لوقا حداقل یک پنجم کتاب اختصاص داره به روایت کردن این هفت هفته و باید اضافه کنم که این هفته یعنی هفته رنج یک چهارم انجیل متا یک سوم انجیل مرقس و همینطور نیمی از انجیل یوحنا رو در بر میگیره همونطور که قبلا عرض کردم این هفته مهمترین هفته در طول تاریخ بشریته چون مسیح و با مرگش بر روی صلیب در رابطه ی انسان ها با خدا مصالحه و آشتی بیاره بسیار خوب اجازه بدین آیاتی رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنم بفرمایید وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی اورشلیم و به دهکده بیتفاجی واقع در کوه زیتون رسیدند عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید نزدیک دروازه آن اولاغی را با کرهش بسته خواهید یافت آنها را باز کنید و نزد من بیاورید اگر کسی به شما حرفی زد بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که میفرماید به دختر سهیون بگویید این پادشاه توست که بر اولاقی نشسته و بر کره چارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو میآید آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کره اش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را میبریدند و در راه میگسترانیدند آنگاه جمعیتی که از جلو میرفتند و آنها که از عقب میآمدند فریاد میزدند و میگفتند سپاس باد بر پسر داوود مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید خدای متعال او را مبارک سازد همین که عیسی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و می می‌پرسیدند این شخص کیست جمعیت پاسخ می‌دادند این عیسی نبی است که از ناصره جلیل آمده است آیاتی که خوندیم درباره جزئیات و مقدمات ورود مسیح به اورشلیم. پیش از اینکه درباره جزئیات این ورود گفتگو کنیم لطفا توضیحی بفرمایید درباره ترتیب رویدادهای هفته رنج یعنی از ورود به اورشلیم تا صلیب پس لطفا با توجه به اناجیل درباره جدول زمانبندی این رویدادها توضیح بفرمایید من از فصل دوازده انجیل یوحنا آغاز میکنم که میفرماید شش روز قبل از عید فسح عیسی به بیت انیا آمد ظاهرا این آغاز اتفاقات این هفته است خب مطابق با مفاهیم یهودی ما پس از پایان یافتن روز سبت وارد روز یک شنبه میشیم. مردم شام آماده کرده بودن و مسیح رو به عنوان پادشاه تکریم میکردن. و اگه یادتون باشه مریم پیمانه ای از عطر گرانبه ها که از روغن سنبل خالص بود آورد. انگار داشت میگفت تا وقتی که پادشاه سر این میز نشسته رایه هی این عطر سنبال پخش میشه. سپس مسیح در بیت انیا خوابید و صبح روز بعد وارد شهر شد. مفسرین این اتفاق را ورود پیروزمندان نامگذاری کردند ولی فکر کنم بهتر باشه اون رو ورود اشکاور بنامیم و این واقعه در آیات این فصل که شما خوندین روایت شده عیسی مسیح وارد شهر اورشلیم شد و سپس به هیکل یا معبد رفت او به همه چیز نگاه کرد ولی در اون روز هیچ کار خاصی انجام نداد سپس به شهر قبلی یعنی بیت انیا برگشت در صبح عیسی به اورشلیم برگشت و گرسنه بود یعنی در روز دوشنبه بله دقیقا او امید داشت که درخت انجیر میوه داشته باشه ولی جز برگ چیزی پیدا نکرد پس لعنتش کرد و این تنها دفعه ای بود که مسیح معجزه لعنت را انجام داد در ادامه به شهر اورشلیم رسید و معبد را پاکسازی کرد یهودیان معبد رو کمینگاه دزدان کرده بودند ولی علاوه بر این میخونیم که عیسی مسیح نابینایان و همچنین مفلوجان را از مرضشون شفا داد خداوند عیسی همه ی اونها را در روز دوشنبه شفا بخشید و بعد از اون یعنی در روز سهشنبه وقتی که در راه بودند شاگردانش از دیدن اینکه درخت لعنت شده خشک شده و از ریشه در اومده بود تعجب کردند و مسیح براشون درباره تاثیر ایمان گفت سپس به معبد رفت و رهبران قوم نزد او رفتن و گفتن با چه اجازه ای دست به این کارها میزنی این بازرگانان از ما مجوز گرفتن چه کسی به تو اجازه داد که آنها را از معبد بیرون کنی مطمئنا عیسی مسیح روی نقطه خیلی حساسی انگشت گذاشته بود یعنی پول چون اونا همه سال منتظر همین هفته بودند تا جنسای خودشونو به مبلغ خیلی گرون بفروشن و از این راه مقداری پول به دست بیارن. اما مسیح هم جواب همه سوالشون داد و سپس در فصل 23 درباره وای به حال ها موعظه کرد و در فصل 24 و 25 موعظه دیگه ای روی کوه زیتون داشت. به احتمال زیاد و چهارشنبه در بیتنیا استراحت کرد و سپس پنج شنبه روز تدارک شام فسح بود و هنگامی که زمانش رسید ما وارد روز جمعه شدیم عیسی مسیح همراه با شاگردان شام فسح این در غروب پنجشنبه بوده و روز بله به پایان کاملاً درسته بود. مطابق با مفاهیم و زمانبندی یهودیان به همین صورته سپس رویدادهای متوالی مصروب شدن آغاز شدند تا اینکه مسیح در روز جمعه جان سپرد او روز شنبه در قبر بود و صبح روز یک شنبه با پیروز شدن بر درد و نیش موت از مردگان برخواست ممنونم برادر یوسف عالیه که چهار انجیل رو با هم مقایسه کنیم تا ترتیب وقایع هفته آخر یعنی هفته رنج رو یاد بگیریم بعد از استراحتی کوتاه با پرسش و برمیگردیم در آیه هفته می بینیم که شاگردان اون الاغ و کرش رو آوردن و عیسی بر اونها سوار شد. آیا بر هر دوی اونها سوار شد؟ و دوم این که هوشیانا به چه معناست؟ بفرمایید برادر. خب وقت چهار انجیل رو با هم مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که مسیح روی کره الاغ سوار بود. ولی به این خاطر که تا اون زمان هیچکس سوار این کره نشده بود، خداوند به خاطر مهربانی که نسبت به اون کره داشت اجازه میده تا مادرش هم همراهش باشه میفرماید شخص نیکو برای جان حیوانات خود هم فکر می کند و برای حیوانات دیگران هم همینطور خداوند عیسی مسیح به خاطر اطوفت و مهربانی که داشت اولاغ رو آورد تا در کنار کرهش راه بره اما هنگام ورود به اورشلیم سوار بر کره بود در رابطه با واژه هوشیانا باید بگم که از واژه هوشا گرفته شده و یعنی ما را نجات بده یا اکنون نجات بده در اون زمان مردم این کلمه را برای خوشامدگویی به پادشاه استفاده می کردن. همونطور که در مزمور 118 می خونیم. در آیه دوم عیسی به شاگردان فرمود به دهکده مقابل بروید نزدیک دروازه آن الاغی را با کرهش بسته خواهید یافت بله میدونیم که مسیح دانای مطلقه و از همه چیز آگاهه درسته پس به شاگردان گفت با وارد شدن به اون دهکده الاغ و کرش رو پیدا میکنند و کسی هم میاد و ازشون سوال میکنه که باید پاسخ میدادن خداوند به آنها احتیاج دارد ما در اینجا دو جنبه رو میبینیم از شخصیت مسیح توضیح بدین درباره الوهیت و انسانیت او این به این معنیه که او حاکم مطلق و دانای مطلقه چون میگه به دهکده بروید الاغ را بسته خواهید یافت بگویید و آنها را فورا با خود بیاورید بنابراین مسیح دانای مطلقه ولی همچنین او حاکمه او صاحب اختیار مالک الاغ و کره است اینکه دو شاگرد که در بین مردم ناشناس بودن برن و کر و الاغش و باز و اونها رو بیارن اصلا کار ساده ای نیست. ولی عیسی مسیح بر مالک الاغ و کره اقتدار داره و بر خود کره هم اقتدار داره چون اگه قبلا کسی سوار این کره نشده باشه سوار شدنش کار سختیه به این خاطر که باید رام بشه ولی مسیح صاحب اقتداره ما در فصل 17 از متا دیدیم که او بر ماهیان و همه موجودات زنده دریا اقتدار داره و در اینجا هم اقتدار خداوند رو میبینیم بر حیوانات خشکی دقیقا مثل چیزی که در مزمور هشت میخونیم این که عیسی بر ماهیان دریا و حیوانات خشکی اختیار داره او بر همه چیز حاکمه اما با وجود اینکه مالک همه چیزه در فقر زندگی کرد و هیچ مرکبی برای سوار شدن نداشت ولی با توجه به دانسته های ما این تنها باریه که عیسی مسیح از مرکب استفاده چون کرد. چون همیشه پیاده راه میرفت. بله برای همین از سفر خسته میشد همونطور که در یوحنا چهار میگه. پس در اینجا هم الوهیت و هم انسانیت مسیح آشکار میشه. بله. الوهیت او در دانایی و حاکمیت مطلق اوست و انسانیتش برسته. در سوار شدن به مرکب. همینطوره. در آیات چهار و پنج شاهد یک نقل قول هستیم. پیشگویی نبی تحقق یافت که میفرماید به دختر سهیون بگویید این پادشاه توست که بر الاغی نشسته و بر کره چارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید. این نقل قول از زکریا فصل نه آیه نه. برادر یوسف اجازه بدین این آیه از زکریا فصل نهم نه رو با هم بخونیم و بعد مقایسه ای انجام بدیم بین این آیه و نقل قول اون در متا 21 و همچنین ببینیم چه قسمت هایی از این نقل قول در متا 21 اومده بله. کلام خدا اینطور میفرماید ای مردم سهیون شادمانی کنید ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره الاغی پیش شما میآید لطفا مقایسه ای انجام بدین بین این دو بخش زکریا و متا خب پیش از مقایسه باید یادآوری کنم این عبارت در جای دیگه هم ذکر شده یعنی عبارت به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت در قسمت مرتبط با تولد از باکره هم اومده انگار تولد از باکره تحقق اونچه نوشته شده بود و در ورود عیسی به اورشلیم هم اونچه توسط نبی نوشته شده بود به انجام میرسه تمام جزئیاتی که به مسیح مربوطه در عهد عتیق ذکر شده و سپس اونها در چهار انجیل به انجام رسیدن این عالیه بین زکریانه و آیه که در متا 21 خوندی مقایسه ای دوگانه وجود داره مورد اولینه که عبارت ای مردم سحیون شادمانی کنید برای شرایط اینجا اصلا مناسب نبوده و برای همین هم ازش نقل قول نکرده اما چرا؟ چون عیسی مسیح پیش از ورود به شهر اورشلیم همچنان که در انجیل لوقا فصل 19 میخونیم به شهر نگاه کرد و گریست و همچنین در انجیل لوقا فصل 23 میخونیم که مسیح به دختران اورشلیم اینطور گفت برای من اشک نریزید برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید اگه مسیح برای اورشلیم گریه میکنه و از دختران صهیون میخواد که برای اون گریه کنن پس آیا الان وقت مناسبیه برای گفتن ای مردم صهیون شاده کنید این گفتن این جمله به هیچ عنوان حکیمانه نیست سپس میفرماید زیرا پادشاه شما با پیروزی و فروتنی پیش شما میآید با پیروزی یعنی اینکه مسیح داره با قدرت وارد میشه ولی هنوز وقتش نرسیده خداوند عیسی مسیح در آینده یک بار دیگه وارد اورشلیم میشه یک ورود پیروزمندانه اما در اینجا وارد میشه تا به صلیب کشیده بشه خودش از این واقعه آگاه بود او از پیش به شاگردان فرمود که به اورشلیم خواهند رفت چون پسر انسان باید مصلوب بشه پس مسیح ابتدا را از انتها میدونست پس این نقل قول پایان تحقق نبوت زکریا فصل نه آیه نه نیست. بله درسته. و شما درباره تفاوت‌های این دو متن برای ما توضیح دادین چون این یک نقل قول جزئیه. درسته. این یعنی مسیح یک ورود دیگه هم به اورشلیم داره که با پیروزی همراهه. دقیقا. این ورود پیروزمندانه در هفته رنج اتفاق نیفتاد. و تمام نبوت‌های عهد عتیق و تایید میکنه که مسیح در آینده در جلال و شکوه میاد. و سلطنتی برپا میکنه با مرکزیت اورشلیم اگه یادتون باشه وقتی مسیح وارد شد جمعیت یک صدا فریاد میزدن مبارک است آنکه به نام خداوند میآید اینو در فصل 21 میبینیم ولی وقتی به فصل 23 میرسیم میگه از این پس مرا نخواهید دید تا بگو این مبارک است کسی که به نام خداوند میآید اونا دو روز پیشین گفته بودن ولی عیسی اینطور میگه چون وقتی که مردم این رو میگفتن منظورشون چیز دیگه ای بود باله. ولی مسیح دوباره میاد و وارد اورشلیم میشه و مردم خواهند گفت مبارک است آنکه به نام خداوند می آید و بعد از اون قوم کاملا مطیع او میشن و همه ی دنیا تسلیم مسیح میشن و او با صلح و عدالت هزار سال سلطنت خواهد کرد بسیار خوب آیات 12 تا 17 مرتبط با بخشیه که عیسی وارد معبد شد بله بعد یوسف عیسی در معبد چه چیزهایی دید و چه کاری انجام داد این واقعه غم چون که در یوحنا دو میخونیم که مسیح وارد هیکل شد و اونجا رو پاکسازی کرد. در یوحنا دو مسیح تازه خدمت خودش را شروع کرده بود و گفت اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانه ی پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. اما در اینجا میبینیم که وضع به مراتب بدتر شده. ما نه تنها مرکز تجارت شده بود، بلکه میگه شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. پس از سه سال خدمت مسیح، وضعیت اصلا بهتر نشده بود. و میشه گفت حتی مثل اولش هم باقی نمونده بود بلکه بسیار بدتر و فاسدتر شده بود چون میگه شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید و چون عیسی مسیح به خدا وفاداره و همچنین نسبت به انسانها رحیمه معبد رو پاک کرد و افراد مفروج و همچنین نابینا رو شفا بخشید در اون روز عده زیادی شفا گرفتند چون او نسبت به خدا وفاداره و نسبت به مردم درسوز و رحیمه مسیح در معبد با یک نابینا و یک مفلوج دیدار کرد و اونها رو شفا داد و داوود هم یک لنگ و یک نابینا رو در اورشلیم ملاقات کرد چه کاری براشون انجام داد داوود تحمل نابیناها رو نداشت چون که میخونیم کوران و شلانی که منفور جان داوودند ولی میبینیم پسر داوود که سرشار از عطوفت رحمت و مهربانیه نه تنها اونها رو پذیرفت بلکه شفاشون داد ما میبینیم که داوود شخصی لنگ به نام مفی بوشت رو پذیرفت ولی مفی بوشت تا انتهای عمرش همچنان لنگ باقی موند اما مسیح که پسر کبیر داووده چشمان نابینایان رو باز کرد و لنگان رو شفا داد درسته برادر یوسف در اون زمان پیش از اید فسح صاحب هر خونهی باید خونش رو از هر نوع خمیر مایه پاک میکرد و از اونجایی که معبد خونه خداست مسیح وارد شد تا خونه را از خمیر مایه پاک کنه با بیرون کردن سوداگران و دزدان آیا میتونیم اینطور بگیم که این تصویری از صاحب خونه یا صاحب معبده به طور قطع خداوند کسیه که اینطور فرمود خانه من خانه دعا خوانده خواهد شد اما شما آن را لانه راهزنان ساخته اید و اگر فصل دو یوحنا رو در نظر بگیریم میگه خانه پدر من و اینجا میگه خانه من به این خاطر که عیسی و پدر یکی هستند. او فرمود معبد بزرگ من نمازخانه خوانده خواهد شد اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. در ادامه می خونیم سران کاهنان و علما وقتی عجایب عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد بزرگ فریاد میزنند سپاس باد بر پسر داوود خشبین شدند. آنها از عیسی پرسیدند آیا میشنوی اینها چه میگویند؟ مسیح پاسخ سران کاهنان و علما را چطور داد؟ خب اول باید بپرسیم که دلیل شدت خشم و عصبانیت اونها چه چیزی بوده؟ آیا چون اونا میگفتن سپاس باد بر پسر داوود؟ نه این باعث خشم و عصبانیت اونها نبود. اونها خشمگین بودن چون ایسا و سات کبوتر فروشان و فروشندگان گاو و گوسفند رو بیرون ریخته بود و میز سرافان رو واژگون کرده بود. ولی میبینیم به جای اینکه دلیل ناراحتیشون رو بگن به ایسا گفتن آیا میشنوی اینها چه میگویند؟ و مسیح بهشون فرمود اگر اینها ساکت شوند سنگ ها به صدا خواهند آمد. به این خاطر که فریاد اون بچه ها تحقق چیزیه که در مزمور هشت آیه دو پیشگویی شده از زبان کودکان و شیرخارگان به سبب دشمنانت ستایش را بنیاد نهادی. ممنونم استراحتی میکنیم و با پرسش و حضار برمیگردیم. این آیه ای این فصل میخونیم وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی اورشلیم و به دهکده بیتفاجی واقع در کوه زیتون رسیدند. چرا در این آیه به جزئیات اون محل اشاره شده؟ برادر در اینجا میبینیم که روح القدس به جزئیات این مکان و کوه زیتون اشاره کرده. چه ارتباطی وجود داره بین کوه زیتون و هفته رنج؟ قبل از کوه زیتون؟ دست دارم که راجب بیتفاجی بگم. خب واجه فاجی ترجمهش به فارسی به معنای انجیر نارسه و در واقع اون موقع هنوز انجیرها نرسیده بودن ولی وقتی به کتاب غزل غزل ها نگاه میکنیم این تحقق رو میبینیم درختان انجیر میوه به بار آورده و رایحه شکوفه های تاک ها هوا را اتراگین ساخته است ای عزیز من ای زیبای من برخیز و با من بیا ولی در مورد کوه زیتون میتونیم ببینیم که هفته ی رنج از اون شروع میشه و همچنین راه دشوار صلیب هم از این کوه شروع میشه و ما این رو زمانی میفهمیم که عیسی به باغ جتسیمانی رفت علاوه بر این با توجه به لوقا 24 جایی که مسیح از اون به آسمان صعود کرد کوه زیتون بود و همچنین مطابق نبوت زکریا در فصل 14 وقتی مسیح از آسمان برمیگرده بر روی کوه زیتون قدم خواهد گذاشت در نتیجه کوه زیتون آغاز سفر رنج و جلال مسیحه به علاوه سفر بازگشت از جلال آسمان به سلطنت در زمین هم از همینجا آغاز میشه بسیار خوب ممنونم برادر باید خدمت بینندگان گرامی یادآوری کنیم داستان درخت انجیر که شما کمی پیش بهش اشاره فرمودین در ارتباط با قوم یهوده بله. اجازه بدین بخش بعدی یعنی از آیه هجده هم رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنم بفرمایید صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت اما جز برگ چیزی در آن نیافت پس آن درخت را خطاب کرده فرمود تو دیگر هرگز سمر نخواهی آورد و آن درخت در همان لحظه خشک شد شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند چرا این درخت به این زودی خشک شد عیسی در پاسخ به آنان گفت یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید نه تنها قادر خواهید بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود چنین خواهد شد و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت برادر یوسف لطفا توضیحی بفرمایید درباره داستان درخت انجیر منظور از درخت انجیر و خشک شدنش چه چیزیه درخت انجیر یک نماد معروف از قوم یهوده در لوقا فصل 13 میخونیم مردی در تاکستانش درخت انجیری داشت او به مدت سه سال منتظر موند اما متاسفانه چیزی نیافت هرچند که یحیی از همون ابتدای دعوتش میگفت توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد اگه کسی از مردمان زنده دعوت کنه صداشو میشنون ولی اونا مرده بودن عیسی بیش از سه سال مردم رو دعوت میکرد هم یحیی و هم مسیح مردم رو دعوت میکردن و اینجا یعنی در هفته آخر او به دنبال چند میوه انجیر میگرده ولی چیزی پیدا نمیکنه به جز برگ و خالی از لطف نیست که بگم نخستین باری که درباره برگ انجیر میخونیم در فصل سه پیدایشه زمانی که انسان گناه کرد و به جای اعتراف به گناهش به درگاه خدا سعی کرد گناه خودش رو پنهان کنه و خودش رو با برگای انجیر بپوشونه ولی میبینیم که هرگز ولی پوشونده نشد بله درسته برگ انجیر نمایانگر ظاهر بیرونی بدون حقیقت درونیه و خدا از این بیزاره در فصل 23 متا که موزه وای به حال هاست بیشتر در این بار توضیح میدیم ما مراقب ظاهر بیرونی خودمون یعنی چیزی که انسان ها هستیم ولی به چیزی که خدا در ما میبینه بیتوجهیم. مسیح تا آخرین هفته زندگیش یعنی هفته رنج به دنبال محصول و سمر بود. او از قوم خودش یعنی بنی اسرائیل انتظار سمر داشت ولی متاسفانه نهایتا این اتفاق رخ نداد. برای همین درخت انجیر از ریش لعنت شد. من درخت انجیر را تصویر امتیازات مذهبی می بینم و کوهی که عیسی مسیح در آیه 21 دربارش صحبت میکنه نشان دهنده امتیازات قومی یا ملیه چون کوه در کتاب مقدس نمادی از پادشاهیه. پس یهودیان امتیازات مذهبی را از دست دادن چون معبد ویران شد و زمانی که یهودیان در سال هفتاد میلادی در دنیا پراکنده شدن، پادشاهی هم در سرتاسر سر دنیا نابود شد این نبوت درباره اتفاقی بود که برای اونا افتاد در مطالعه فصل 24 بیشتر میپردازیم به ارتباط بین قوم و درخت انجیر بله. و همچنین رابطه ده. بین بازگشت قوم و برگ های انجیر که دوباره سبز میشن درسته اما الان مقایسه انجام بدیم بین این رویدادها و چیزی که در مرقس 11 میخونیم شاید کسی همین داستان رو در مرقس بخونه و به آیه 13 اشاره کنه که میفرماید وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید چون هنوز فصل انجیر نبود بعضی از این تعجب میکنن و میگن اگر فصل انجیر نبوده پس چرا خداوند به دنبال میوه انجیر بود لطفا در این باره توضیح بدیم عبارت چون هنوز فصل انجیر نبود یعنی انجیرها را هنوز نچیده بودن و در بازار نمیفروختن. به این خاطر که نرسیده بودن. پس ایسا به دنبال انجیر سبز یا زمستونی بود. رشد انجیر مراحل گوناگونی داره و در اون موقع فصل انجیر زمستونی بود و خداوند هم به دنبال همون میگشت. این همون انجیریه که دربارش در غزل غزل ها میخونیم. چون هنوز فصل انجیر نبود یعنی هنوز میوه ها را جمع نکرده بودن و چون هنوز درخت برگ داشت انتظار میرفت که حداقل شکوفه داشته باشه. ولی میبینیم که این درخت نه ای داشت و نه هیچ میوه ای. این تنها یک معنی داره ما گفتیم که فصل فروش انجیر نبوده و میوه در این درخت نبود این به این که هیچ معنیه. انجیری نداشته. بله یعنی عقیم بوده و دلیل لعنت شدنش میوه ندادن نبود در حقیقت این درخت به علت دیگه ای لعنت شد یعنی به این علت که با وجود نداشتن هیچ میوه ای اینطور نشون میدادن که اون درخت میوه داره خداوند از ادعای پوش تنفر داره زمانی که شما شکسته هستین باید بدون هیچ ادعایی پیش خداوند بیاین و خداوند شما رو میپذیر و نجات میده تفسیر مستقیم اینه که هنوز فصل عرضه انجیر به بازار نبوده بله. بلکه زمانی بود که درختان بله. میبایست انجیر داشته باشه اما اگر بخوایم از نظر کاربردی این موضوع رو تفسیر کنیم اینه که خداوند تظاهر بدون سمر در زندگی و محکوم میکنه این ریاکاریه, ریاکاریه. بله. ممنونم اجازه بدیم بریم و با مهمانان درس امروز رو مرور کنیم از درس امروز چه چیزی یاد گرفتیم از بخش نخست این فصل گرفتیم که در واقعی ورود مسیح به اورشلیم هویت الهی و انسانی او آشکار شد الوهیت او در دانایی و حاکمیت مطلقش دیده میشه که به شاگردان گفت کجا برن و با چه کسی دیدار کنن و بر صاحب اولاغ و کرهاش اقتدار داشت و انسانیت مسیح و در وارد شدنش به شهر در کمال فروتنی دیدیم پس از اینکه مسیح با خشمی مقدس معبد را از وجود فروشندگان و صرافان پاک کرد میخونیم نابینایان و مفلوجان در معبد بزرگ به نزد او آمدند خداوند می دونه چطور در زمان مناسب و با توجه به نیازها با هر کسی تعامل کنه و این بسیار دلگرم کننده است ما از مسئله درخت انجیر درک میکنیم که خداوند از تظاهر ریا و ادعا کردن متنفره پس ما نباید مثل اون درخت انجیر ظاهرمون پر از برگ باشه ولی هیچ میوه و ثمری نداشته باشیم. برکت خدا با شما عزیزان. برادر یوسف سپاسگزارم. برادر. بینندگان گرامی، وای بر کسانی که مسیح ترکشون میکنه. خوندیم که مسیح به این قوم پشت کرد و به سمت بیت انیا رفت. برای همینه که این خونه در آینده ویران میشه. آرزوی من برای شما عزیزان اینه که مبادا دستی که به سمتتون دراز شده پس بزنین. همکنون دست مسیح برای رحمت و برای آمرزش به سمت شما دراز شده و همچنین به جهت آشتی ولی اگر من و شما از شخص مسیح دور بمونیم و با او دشمنی کنیم زمانی که برمیگرده تا قوم خودشو ببره هیچ چیزی نصیب ما نخواهد شد جز تباهی و هلاکت ابدی پس همین حالا وقت توبه است ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودین تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت